رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم از وقتی که به من دادین و زحمتی که بر جامعه ایرانی میکشین. عرضم به حضورتون که من از مینسوتا زنگ زدم خدمتتون. 37 سالم هستش، فرزند اول هستم، یه خواهر کوچکتر از خودم دارم، حدوداً 4 سال و نیم کوچکتر از خودم، بعد خانمم 36 سالشون هستن و ایشون یه خواهر 2 سال کوچکتر از خودشون دارن و یه خواهر دیگه 7 سال کوچکتر از خودشون یا 8 سال کوچکتر از خودشون. من آیتی خوندم، ایشون هم همینطور، و کاری که میکنیم البته یه چیزی بین مثلا حالت پراجکت کوردینیتور پراجکت منیجر هست. زیاد مغز ریاضی از اولیش موقع نداشتیم جفتمون، و اینکه یه چیزی ما بین هستش. البته مسترمون جفتمون مستر هستش، اینجا خوندیم، و من بچه‌رم مهندسی هست که ایران گرفتم. شما هم همینطور. چه مدتی است امریکا هستی؟ من حدوداً 7 ساله. هر دو 7 سالی؟ نه خیر، ایشون حدود 2 سال و نیمه که اومده، و قبلش هم ایشون کانادا بودن حدود یه سال. چه مدتی ازدواج کردی؟ از موقعی که ایشون اومدن حدود 2 ساله. اوکی، very good. فرزندی هم که نداری؟ نه خیر. اوکی عزیز، خب عرضم به خدمتون که ما تو ایران با هم دوست بودیم حدوداً یه حدود 8 ماهی، و این ارتباط ادامه پیدا کرد. من اومدم امریکا و این ارتباط همچنان بود تا اینکه ایشون حدود 3 سال و خورده پیش اومدن کانادا، و از کانادا اومدن امریکا، و ما دوباره به قول معروف و شروع کردیم و استارت در این زندگی بود. عرضم به حضورتون که من وقتی نوبار خولم شدم مثل بقیه شنونده، من بچه‌ای هست، یعنی حالا یه مقدار فقط یه بک‌گراند کوچیک بهتون بگم. من بچه اول با اینکه هستم، ولی خب به علت اینکه کازنای خیلی زیادی داشتم که همه از من بزرگتر بودن و کارهایی میکردن که من نمیتونستم بکنم، یه مقدار اون قضیه حرمت نفس و اعتماد به نفس رو نداشتم و ندارم. یه مقدار حالا بهتر شده، خودم رو خوب نمیدونستم، و ارزم به وجودتون شخصیت خشمگین طلبکار ناراضیه که همیشه شما میفرمایی بندم. منتها خب همه اینا تعدیل شده در طول سالها. من نزدیک یه 8 سالی هست که با یه روانشناسی کار میکنم که ایشون ایرانن، و همچنان که با شما صحبت میکنم قرص سترولین میخورم. عرضم به حضورتون که قرص رو کی به شما داده؟ از تو ایران من میخوردم و این همچنان ادامه داره. یعنی روان پزشک تشخیصی داده بهتون داده؟ بله بله. روان پزشکی که ایشون معرفی کرده بودن. اوکی. من کلی هم تو ایران گشتم، این دیگه بهترینشون بود که من پیدا کردم، حالا تا اونجایی که من میشناختم. مشخصا بهتون گفتن تشخیص دقیق شما چه هست؟ به من گفتن وسواس فکری. اوکی. وسواس فکری، و اینکه من توی ایران که بودم فکر میکنم تست همون MMPI رو دادم، و یه چیزی رو که یادمه گفت همون 8-9 سال پیش این بود که من یه مقدار حسادت دارم. حالا خب البته شما یه توضیح دادید، البته که من به دلیل اینکه به هر حال خانواده ای، یعنی کازین یا پسرعمو و دخترعمو، پسرخاله و دخترخاله، چون همه رو در بر میگیره، اونا بزرگتر بودن. نه ولی واقعیت مسئله 4 سال و نیم فاصله شماست اگه اشتباه نکنم با برادرتون، چون اون زمانی خواهرتون، اون زمانی است که شما شکل و فرم میگیرید، ولی یه کسی میاد همه یه آنچه که مربوط به شماست و بچه اون رو مالک مطلق و انحصاری خودشون رو ازتون میگه. حسادت از اونجا میاد، رقابت از اونجا میاد، استرابه از اونجا میاد، وسواس از اونجا میاد عزیز. یعنی اون دوران هست که در حقیقت شما رو در هم میپیچه، و بعدم چون همراه هست با احساس گناه، بنابراین موضوع کمی پیچیده تر میشه. اینه که حتما تأثیری داشتن اون
فامیل بزرگ سال شما روی شما که اونا میتونستن و میدونستن و شما نمیدونستید و نمیتونستید اونو متوجه هم. ولی بیشترین آسیب مال ترتیب تولده و فاصله است. این همی که اون هم من اصرار دارم فاصله بچه ها به 3 سال نباید برسه برای که وارد اون مرحله مقایسه و مسابقه و رقابت و حسادت و اینا به صورت اساسی در ضمیر و ذهنشون نشن. و بعدم چون به هر حال ما در دنیای قید و بند و محدودیت ها هستیم، اونم با توجه به شرایطی که داریم و بعدم وقتی مهاجرت رو میکنیم، هیچ کنم از اینا خیلی به ما کمک نمی کنه که بر اون فائق بیا. بنابراین میشه فهمید که از کجاست. خب حالا در مورد خودتون میخواید صحبتی داشت باشید یا ازدواجتون؟ خودم و رابطم، من فقط این بک‌گراند دارم. این که شما میفرمایید حتما درست، من اینو با شخصیت مهرطلبم دارم، به علت اینکه بچگی که یادم میاد با اینکه خواهرم از من کوچیک‌تر بود، تو بازی که مثلا با هم می‌کردیم فوتبال یا هرچی من می‌ذاشتم ببره، و یا تو تیمای دیگه که بوده من تیمای ورزشی زیاد بودم و نه که بازی می‌کردم، با اینکه مثلا اون موقع نسبت به سن و سال خودم هیکل بزرگی داشتم و علاوه بدنی میتونستم همه رو بزنم، الان نه دیگه ندارم، ولی اون موقع که داشتم و به اینا اجازه میدادم که ببرم، به خصوص اگر با فامیلی کسی بازی میکردیم، مثلا یه حالت ترحم به دید خودم بهشون داشتم، علیرغم اون شخصیت مثلا برنده رو داشتم، ولی یه مقدار دلرحمم بودم. نه البته بیشتر دلرحم نیست، ترس پنهانی و نهایی. یعنی ببینید یه کمی از حرفاتون پیداست، به هر حال البته این جمله خیلی دقیق و درست نیست، یه کمی به پیامدا نگاه میکردید، حتی میشه گفت یه کمی عاقل بودید، فکر به من اگر از این ببرم یه جای دیگه به من آسیب میزنه. اینم باز به اون بیشتر برمیگرده تا دل رحمیتون بر به این میگرده، چون من اگر بدونم از یه کسی یه بازی بکنم ببرم میتونه برم هزینه داشته باشه، بعد مثلا برد و باخته که یک مهم نیست، بعد وقتی من برندم و میبازم که احساس بد باختن رو اون زمان نمی کنم. من گذاشتم او ببره یا وانمود کردم او برده، آروم میگیرم. بنابراین خیلی به دررحمیتون نمیتونه مرتبط باشه، مگر اینکه بریم به یه تیپ مهربانی که بعداً به خاطر اون بیش از حد از خود و حقوق و آنچه متعلق به شماست گذشتن، که به خاطر تولد خواهر هم به شما یاد دادن، اون موقع خشمگین طلبکار ناراضی باشید. ولی خشمگین طلبکار ناراضی با آدم فرض کنید که اهل ترحمه سازگاری نداره، با مهربون سازگاری نداره. احتمالاً از ترس و اینکه من همیشه چیزا رو به علت وسواس فکریم اوور آنالایز می‌کنم. حتما عزیزم، حتما. و گفتم مثلا چرا آدم‌ها محتاط میشن، محافظه کار میشن، برای که ریسک و خطر رو خیلی بیشتر احتمالش رو می‌بینن و دردش رو شدیدتر. وقتی این دوتا با هم ترکیب میشن، معلومه که من آدمی میشم که به هر حال رعایت حال دیگران رو می‌کنم و این برخی از اوقات رعایت حال رو به حساب یا مهربونی یا ترحم میذارم. ولی واقعیت مسئله همطور که در مهرطلب میدونیم، مهرطلب به دلیل ترسی که از دیگران داره و از قضاوت و نظرشون داره به اونجا میرسه که بهتری از حق و سهم بگذرم، چون این کمترین هزینه است که برای حفظ یه رابطه‌ای که منو خوب بدونن و دوست داشته باشن میپردازم. و این تصمیم، تصمیم مخصوصا وقتی حاکم در جامعه، تصمیم عاقلانه ای عزیز. یعنی به هر حال من به جایی که آسیب 10 ببینم یا فکر میکنم میبینم، پنهان آسیب 5 رو میخرم و ازشم میگذرم. مثلا وقتی که گفتم مثل برد و باخت، ای بسا 5ش هم در حقیقت 2ه، چون میدونم بردم، اونم میدونه برده، من وانمود کردم یا عمدن خودم رو به مرحله رسوندم که ببازم، اینه که حتی اونم آروم میگیرم. بنابراین من 2 میدم در مقابلش، یا 2 واحد رنج رو میکشم که 10 واحد رنج رو نکشم. حالا بیاد از اون بگذاریم، چون اون کمکی به این که چرا شما هستید. الان چه خبره عزیز؟ الان به حضورتون که من زمانی که با خانومم دوست بودم و حتی شبی که میخواستیم مثلا مراسم عقد اینا رو انجام بدیم، من که با روانشناسم صحبت میکردم، من همچنان دو دل بودم و مطمئن نبودم، و اینکه ایشون یه مقدار لحاظ لبندی و دلبری برای من مشکل داشتن همون موقع. نه یعنی چی؟ یعنی کم بود یا زیاد بود؟ کم بود. اوکی. بعد ولی میگم به علت اینکه این میدونم که شما حالا احتمالاً با من کتککاری خواهید کرد، ولی به علت اینکه یه حالت دلرحمی شاید بود، شاید قولی که داده بودم پای قولم بودم، این قضیه انجام شد. این و
به عنوان چیزم انجام نشه. من این کار رو انجام دادم که مثلا یه گشایشی باز بشه و این انجام شد و این همینجوری جلو رفت، رابطه ما همینجوری جلو رفت. چیزی که بعد تحت تاثیر قرارش داد این لوندی و دلبری حالا یه مقدار کمرنگ شد قضیهش و مسئله رفتار ایشون با دیگران شد. من یه مقدار این ایمجینری آدینس رو در کل دارم، همینجوری جایی که میرم فکر میکنم که همه نگاه رو منه، در صورتی که خب اینجوری نیست، ولی خب خودم هم میدونم اینجوری نیست، ولی به هر حال پس ذهنم مثل قضیه اون فارسی صحبت کردن هستش. بعد ایشون رفتارهایی که میکرد با بقیه یه مقدار خواهی که یه عمر کار کرده بود و تو محیط های اجتماعی بود، یه مقدار مثلا من به قول معروف ماسمالی میکردم یا مالکشی میکردم رفتارها رو از دید خودم. مثلا تو جمعه که میرفتیم مثلا یه اگه یه غذای تندی بلفرض میخورد، مثلا خب آدم اگه تنده یه آب میخوریم یه هم مثلا میگفت وای سوختم مثلا فلان شدم ای تبار فلان اینا، بالاخره یا یه حرکت ایمپالسیوی که مثلا نمیدونم حالا چه جلوه ایم، یا وسط حرف زدن طرف مثلا یا مثلا گفت این درخته چه قشنگی، طرف داشت در مورد دریا صحبت میکرد، یا مثلا تحلیلش در مورد بقیه چیزا، این که مثلا من الان بگم که روز مثلا آفتابیه بعد بهم بگه که بعد ببینم داره وسایل رو جمع میکنه، میگم داره چیکار میکنه، میگه خب بریم پیکنیک دیگه، میگم که من که نگفتم بریم پیکنیک، میگم هوا آفتابیه. یه حالتای یعنی دوتا زاویه دید متفاوت مسائل داشت. من خیلی با آدم ها محتاطم، شاید از آدم ها میترسم، ایشون نه، ایشون خودش کاراشو میکنه، اصلا واسش مهم نیست. ولی مالا همیشه میگین سه تا چیز خوب، یکی از بزرگترین حسناش اینه که زن زندگیه، یعنی اصلا واسه زندگی ساخته شده، یعنی ددیکیت میکنه خودشو برای زندگی، وقت زندگی میکنه و نمیدونم دیگه نه دیگه نه شما بیاد ازش بگذاری دیگه. این توصیفات تا به حال هنوز ما رو با صورت مسئله‌ای که هم اکنون هست یا مشکل روبرو نکرده. عرضم به خدمتتون که در حال حاضر من به خاطر شرایط مهاجرتی، من خانومم رفتن کانادا و من اینجا هستم و من خب اینجا رو ترجیح میدم به کانادا، ولی به خاطر شرایط مهاجرتی ممکنه بریم کانادا و تمام فکرم این هست، این چند وقتی که تنها بودم تمام فکرم چون من بچه میخوام و بچه دوست دارم و سن خانم هم یه سن بحرانیه و من اصلا نمیدونم که باید بچه دار بشم و اگه بچه دار نشم من قطعا نمیخوام این زندگی رو ادامه بدم، میخوام ببینم که اصلا باید چیکار بکنم. خب این رو چرا با همسرتون به صورت جدی مطرح نمی کنید که من ازدواج خودم رو با تو همراه با بچه میبینم و تو نظرت چیه و چه کار میخوایی بکنی؟ فکر کنی پاسخیشون چه خواهد بود؟ من اینو مطرح نکردم چون ایشون بچه دوست دارن، نه که بچه دوست داشته باشن، ما به خاطر منظورم اصلا اینکه اصلا بچه دار نشن و من چون این سیدی برای بچه ها رو که شما دارین و من گوش کردم، این که میگین ازدواجتون رو به خاطر بچه چیز نکن، یعنی نخواهی نگه دارین به خاطر اینکه نمونو متوجهم نه من ببینید از اول آخه یه دو تا قسمته، یکی این که شما حرفتون این است که من بچه میخوام، بنابراین اگر ایشون به هر دلیلی یا بهانه ای بچه نخواد رابطه شما تموم، یکی این که ایشون میگه نه منم بچه میخوام، شما که نگفتی ای بچه بخوای ما دیگه مشکلی نداریم، اون موقع شما فکر کنید که هنوز ایشون رو با بچه هم میخواید یا نه. ولی اگر قسمت اول باشه خب اصلا پرسش بعدی مطرح نخواهد، بنابراین به همین دومه. چه عزیز؟ قسمت دومه. نه یعنی ایشون حرفشون هست که منم بچه میخوام. بله. خب با توجه به این تفاوت محل اقامت و مهاجرت چه کار میخواید بکنید؟ نه اونو که من بالاخره مجبورم برم دیگه. من نه من کاری به مجبورم برم نداریم. شما پس این شما در حقیقت اگر بخواید زندگی رو ادامه بدید میرید اونجا. بله. خب حالا ایشون رو با بچه هنوز میخواید یا نمیخواید؟ ببینید شما اون داستان این که ایشون باید یه نوع جلوه‌گری زنانه داشته باشه، این چیزی نیست که آدم به خاطرش ازدواج رو نگه داره و یا به هم بزنه، به هیچ وجه. به دو دلیل، یکی این که میشه مشخصا گفت و ازش خواست و به نظر من در درون همه آدم ها
ایفای نقشای از این قبیل رو هم در یه محیطی که امن است و درست است اصلا مسئله نیست. بعدم این چیزی نیست که آدم بگه حالا که تو این کار رو نمی کنی من تو رو نمی خوام. اون وقت برمیگرده به این که من چه ذهنیتی دارم و اون وقت این ذهنیت به دو صورت معنا پیدا میکنه. یکی این که برای من بهانه است، یکی اگر دلیله به خاطر این که من اصولا یک آدمی که شما علامش رو نشون میدید یا آدم تخیلی هستید، یعنی یه مقداری در خیالها زندگی میکنید، ای بسا خیالها بیشتر شما رو تحریک میکنن و برمیانگیزن. اصلا هم جوابم رو نمیخوام بدید، یعنی سوال از شما ندارم. خیلی از اوقات در آدم ها به این دلیله، مثلا در ارتباط با جنس مخالف به ویژه مرد بزن، که مقدار زیادی در دوره نوجوانی یا جوانی خود ارضایی میکردن و بنابراین عملا رابطه حسی رو از دست دادن، رابطه تخیلی شد. یعنی در یه ارتباط حسی، حتی با توجه به اینکه ارتباط جنسی ارتباط حسی است، تحریک جنسی، حتی سلولای جنسی به یک اعتبار میشه گفت که برمیگردن به خود رابطه جنبه فیزیکیش و حسیش، برای بسیاری از مردم کاملا ذهنی و خیالیه و به همین جهت است که با کسی دیگری هم که باشند فرقی نمی کنه. یعنی باز پناه می برند به ذهن و خیال. حالا اگر در ذهن و خیال اون همسر یا دوست دختر نگنجه، فکر می کنم من با این آدم مشکل دارم، در حالی که من با همه مشکل خواهم داشت. اصلا مهمم نیست که غیر از حالا موارد اولیه یا یه بسا برای چند ماهی یا چند باری، بعدش زیباترین و خوشاندامترین با ملاکای خود شما هم ارتباط حسی رو باش نخواهید داشت. و من این فراوون تو کار روان درمانی و تراپی میدیدم، از نظر تئوری باش آشنا بودم ولی هرگز فکر نمی کردم اینقدر سنگینه. ولی البته با توجه به آنچه که جامعه ایران به دلیل محرومیت ها و ممنوعیت ها و به خاطر فشار اجتماعی و برخی از اوقات مذهبی و اینها، مردم خب ترجیح میدن به جای داشتن رابطه خود ارضایی کنن و با خود ارضایی ناچار شما به دامن تخیل پناه میبرید و اون تخیلی که در حقیقت میشه موضوع اصلی ارتباط. در نتیجه در رابطه با یک کسی هم ماجرای ذهن و خیال نقش اول داره، اگر چنین باشید. گفتم جواب تو نمیخوام چون اون در دیگری رو باز میکنه. اگر چنینه مسئله اونجاست، فرقی نمی کنن ایشون با کس دیگه. مطمئنم شما میگید کس دیگری اگر باشه این گونه یا آن گونه حرف بزنه یا عمل کنه یا رفتار کنه برای من جالب و جاذبه، من اونو میپذیرم. ولی دو تا نکته درشه، یکی اگر او زیبا باشه از همه نظر و نکنه میشه مثل این، دوم خب این چیزی نیست که ایشون نتونن یاد بگیرن، اگر اون مسئله است. ولی اگر من در ماهیت مسئله که مثلا من به دنبال نمیدونم یادم بلوند سفید امریکایی هم یا اروپایی هم تا یک برحال گندمگونه خاورمیانه یا ایرانی، خب اونا مسائل دیگریست. اونا برمیگرده به اون عواملی که به چشم و لبخند و نگاه و رنگ پوست و صدا و به ویژه مسئله بو ارتباط داره. بنابراین برخی از اوقات اینا، چون من تو کار تراپی بودم، بسیاری از اوقات آدم ها براحتی تونستن این مسائل رو که ترکیبی از چند چیز بوده که 10% اینجا بوده، 5% اونجا بوده، 17% اونجا بوده و نتیجتاً به نظرشون آمده خیلی مهمه، دیدن عملا هر سه قسمت رو میشه درست کرد و در نتیجه به یک رضایتی که میخواییم برسیم. ولی بر اساس حرفای شما من بیشتر متوجه میشم که به هر حال این موضوعا در داخل و درون خودتون چرخیده و ضمناً شاید هم به هر دلیلی اون صراحت و صداقت رو و یا باز بودن رو هر دو نداشتید، برای که نگران بودید برداشت و دریافت غلطی بشه یا چیزی درست نشه، تازه آنچه هم که درسته خراب بشه. به همجه از که توصیه میکنم یک بیشتر در این باره بدونید، دو خودتون با یه آدم آگاهی مشورت کنید، فکر کنید، بعد با هم در میون بگذارید. ولی آنچه که شما میگید با توجه به این سابقه یا دوران ازدواج و رابطه و سن هر دوتون، من فکر نمی کنم هنوز هیچ دلیلی برای فکر جدایی رو داشته باشید، مخصوصا وقتی شما من میگید برای من بچه مهمه، او هم حاضره به بچه دار شدن. پس ما فقط در یک
کلیاتی اونم درصد 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 مسئله داریم و این غالب اوقات همه جا هست عزیز. یعنی حتی وقتی هم که کسی الان بهترین باشه با گذشت زمان از بهترین و حتی بهتر بیرون میاد، ممکنه در حد خوب یا فقط همینقدر که بد نیست باقی بمونه. من عرضم به حضورتون که من چیزی که دارم الان بیشتر حالا سوای اون، ایشون از دید دیگران زیبا هستن، از دید من اوکی هستن و حالا اون قضیهش که بگذره، من یه نظر مشکلی که الان دارم حالا از اون سر قضیه زیبایی بگذاریم، یه نظر مشکل رفتار با ایشون، رفتار ایشون با دیگرانه که من احساس میکنم من اگر دخالت نکنم یه جنگی یا یه دعوایی. نه خب نه ببینید تصب کنید، چون نمیخوام برای که این موضوع خودشون نباشن کمکی نمیکنه، بعدم این موضوع میتونه 2 ساعت ادامه پیدا کنه گفتگوی من شما به جایی باشون در میون بذارید عزیز. ببینید من فکر میکنم اصلا در زندگی آدمایی که کمی به هم نزدیکن، چه رسه زن و شوهرن، چه رسه به هر حال یه رابطه دارن، اصلا هیچ دلیلی برای کنترل عقیده و نظر و حس و احساس نیست، اصلا جایی نداره عزیز. برای اینکه بیانش که بکنیم حتی در بدترین صورت هم خیلی چیزها رو درست میکنه، هم زمینه رو فراهم میکنه که آدم ها به هم آسیب نزنن، و اگر خیلی خیلی بده خب چه بهتر که حرفشون رو بزنن جدا بشن. میدونید یعنی این رعایت یه چیزایی رو، شما همین حرفا رو که میزنید برای این ماجرای رفتار اجتماعی ایشون به ویژه، اگر تا حدودی شما نمیگم کاملا حق دارید، صلاحشون که بشنون و بر مبنای اون عمل کنن، دلیل نداره که ایشون از صحنه و گردونه خارج بشن. برای اگر یه کسی است که نمیتونه خودش رو اداره کنه یا در برخی از زمین‌ها کنترل کنه، بهتره بره اون رو یاد بگیره. بلکه 3 تا موضوعی که در سلامت روانی مهمه، سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت، یعنی من این چیزایی است که خود من باید انضباطم رو داشته باشم، خودم رو کنترل کنم و خودم رو اداره کنم. خب نتوانستن ایشون نشانه یه ضعفی است، مثل آدمی است که آمده امریکا انگلیسی بلد نیست، پس با درستش کرد. بنابراین بعد از 7 سال که به هر حال شما دارید با من راجع بهش صحبت کنید که اینجا بودید و 2-3 سالی است که ازدواج کردید، بهتر حرفاتون رو بزنید، برای که وقت زیادی هم نیست عزیز. حتی بذارید تعجب نکنید، گفت زمینه خوبی میشه اگر ایشون هم صحبت های من نمیشن، بذارید حرفای منو بشنوه، بعد بگو که من کجا رو درست یا غلط گفتم، او کجا رو درست یا غلط گفت، ما کجا کارمون درست و غلطه، و یه روز رو بذارید برای این کار. من مطمئنم تو یه روز ممکنه به خیلی نتایج برسید، و قبلم حرف این است که ما میخوایم حرف بزنیم همدیگر رو بفهمیم، ماجرا برای نتیجه گیری و تصمیم گیری نیست ابدا. یعنی آدم ها فعلا اون برین استورمیم به قول معروف، یعنی یه نوع صحبت میکنیم هرچی تو سرونه میریزیم بیرون، بعد ببینیم چه مقدارش آشغالیه، مثل آدمی که داره خونه تکونی میکنه، یه مقدارش رو میرزیم دور، یه مقدارش رو میدیم به کسی، یه مقدارش هم هم داریم میریم. بنابراین این کار رو بکنید و یک بار برای همیشه خودتون خلاص کنید عزیز. این کار یه شنبه و یه شنبه است، چون باید یه شب هم روش بستا به قول معروف بخوابید و این حرفاتون رو میزنید، بعد میگید پس برای گفتگوی بعدی که کجا موافقیم کجا با هم مخالفیم، چه کار میشه کرد چه کار نمیشه کرد، میذاریمش مثلا فردا. ای بسا به نظر من یه ویکند هر دوتاتون از عهده حل یه همچین مسئله برمیاد. بنابراین این گونه عمل کنید عزیز. یعنی موضوع لوندی و زیبایی هم بگم که ایشون میذارم میرن؟ نه ببینید، اگر شما حرفتون اینه که من به تو بگم تو به نظر من اونقدر زیبا نیستی و اونقدر لوند نیستی و این موضوع اینقدر برای شما جدیه، و گفتم زیبایی چیزیست که اوشین تقریبا هستم کاری کمی، ماجرای حالا این اصطلاح لوندی هم خودش جای گفتگو داره، اون چیزیست که آموختنی است، این طرف قضیه. ولی من بیشتر شما رو با توجه به جایگاهتون در خانواده یه مقدار اون حرفی که خودتون زدید رو میبینم، یعنی به نظر من یه مقدار بیش از شما از حقتون و سهمتون میخواید، و یا با حق و سهمتون یه چیزی گرفتید حالا میخواید یه چیز دیگه باشه. یعنی من فرض کنید پول یه دونه غذا رو دادم، ولی ما چون 2 نفریم میرم اونجا میگم چرا 2 تا نیست، در حالی که من سفارش یکی رو دادم. خب این برمیگرده به همون حرف اول خودتون که خشمگین و طلبکار و ناراضی هستید. معنای دیگه‌ش اینه که اگر شما چنینید همه جای دیگه هم همینه عزیز.
به علاوه شما بیاد بقیه موضوع رو حل کنید، آخر کار میمونه سر مسئله زیبایی لبند. به من میگید اون فیزیکال اند سکشوال اترکشن بسیار مهمه، میگم کاملا باهاتون موافقم، اما اون بعد از ازدواج نمیتونه عامل ازدواج و طلاق باشه، برای اینکه اون غالب اوقات برمیگرده به یه نگاه و نظری که اینقدر عمیق و سنگین نیست. دلیلش هم اینه که با وجود همه اینا که دیده میشده و ازش خبر داشتیم ازدواج کردیم. چرا یه زمانی این موضوع برای من در تصمیم گیری منو برده مثلا به 70-80% ازدواج و 20-30% ازدواج نکردن، حالا چرا یه دفعه وارونه شده اون 70-80 شده 20-30 که من فکر جدایی رو میکنم؟ خیلی از اوقات هم اصولا میدونید انسان یه موجود ناراضی هست به طور کلی، و اگر یه کمی زمینه هایی باشه که اون وضعیت بدتر بشه هست. ضمناً شما هر دوتا فرزند اولید، خود این یه مقدار گرفتاری ها رو داره، و به همین جهت است که اون برخوردها برخی از اوقات به دلیل فرزند اول بودن، یا همین اصطلاح که اگر هر چی هست رو بهش بگم او ول میکنه میره داره. علاوه ای واقعا موضوع برای شما اینقدر مهمه و اگر ایشون نمیخواد متوجه بشه چه خبر است. بعدم برمیگره تازه به اینکه ایشون چند روز او تو رو شما رو میخواد. اگر قرار باشه ایشون هم به دو دلی داشته باشه که خب میره دنبال کارش، ولی اگر شما رو بخواد از اینکه فکر کنه شما از نظر اونقدر زیبا نیستید سبب میشه غمگین بشه، قصه‌دار بشه. یک، اولا همه میدونن بهترین نیستن، حتی خوب نیستن، ما در مقام مقایسه متوسطی. دوم این که فکر کنه خب من اونو میخوام، حالا اونقدر من نمیخواد، این همه آدم که با وجودی که کسی نمیخوادشون زمین و آسمان رو به هم میدوزن که با اون آدم باشن چی عزیز؟ همچین اینگونه نیست که من اگر بهش بگم تو از نظر من اونقدر که من میخوام زیبا نیستی ول میکنه میره، بعید من میدونم، مگر اینکه او هم دو دل بوده و در حقیقت this is the last straw، یعنی این دیگه آخرین تکه کاهیست که شما گذاشتی تو پشت ایشون. دو دلیش از دو دلیه، یعنی این حس رو من فکر کنم تو زندگیمون کرده که مثلا من چون یه مقدار این حالت مثلا چیزو دارم که یه حسره چیزای کوچیک گیر میدم بهش، و یا مثلا حتی اگه یه زن خوشگل تو خیابون ببینم من یه مقدار عصبی، اوایل اینجوری بود که عصبی میشدم که چرا این برای من نیست، و متأخر چون آدم متعهدی هستم. خب خیلی دیگه تنده عزیز. نه آخه ببینید قربونت، این داستان این که ببین این همون برمیگرده وضعیت نشو به اوج خودخواهی دیگه. که من چون قطب عالم خلقتم بهترین ها باید مال من باشه. شما بنابراین داستان شیخ صنعا رو بخونید که چون فکر میکرد شیخ جهان هست، حتی ای دختر ترسایی هم باشه که میگن خیلی زیباست، ایشون این دختر باید مال او باشه. اینجا گرفتاری های ماست که مقدار خرورمون میداره و اون از پا درمون میاره، چون همیشه ناراحت و ناراضی هستیم. و بعد وقتی به این حد و ساعت که شما میگید که مسئله هستیم، چون حتما مشکل در این حال و احساس شما هستید و نه ایشون. و بنابراین حالا صحبت های من یه دفعه خودتون بشنوید، با یک کسایی صحبت کنید، لاخ دلتون خواست با همسرتون حرف بزنید. ولی اگر واقعا قرار رابطه‌ای به هم بخوره بهتره الان که هنوز ایشون 36 سالشه به هم بخوره، تا 2-3 سال دیگه کشش بدید و تمام فرصت‌ها رو حالا شما نه ولی ایشون از دست بده. به هر حال به هم دیگه به هر حال مهربون باشید و عادل و منصف ببینید چه می‌کنید. ولی واقعی است، من همیشه عرض کردم وقتی که دو نفر از نظر فیزیکی و جنسی به هم کشیده و کشانده نمیشن هیچ دلیل برای این کار نمیمونه. درست بس که من اگر بخوام کفش بخرم تو مغازه خاربار فروشی نمیرم، برای که اینجا اون چیزی که من میخوام نیست. برحال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. من این سوال کوچیک میتونم بپرسم جان دکتر؟ بفرمایید. من فقط میخوام ببینید این ما رابطه سوال کوچیک اوکی، من فقط میخوام ببینم این قضیه بچه دار شدن باعثی نشه که من میخوام بچه دارشم برای اینکه این زندگی رو نگردم. من نمیدونم، این که شمایید که یک کسی باید در وجودتون کند و کاف کنه. علاوه برخی از اوقات من به یه دلیل یه چیزی رو میخوام، ممکنه دلیل موجه و از نظر دیگران خوب نباشه ولی برای من هست. یک کسی دلش نمیخواد که برچسب طلاق روش بخوره چون وجه اجتماعیش براش مهمه، پس به این دلیل نمیخواد طلاق بگیره. من که میتونم بگم
من میخوام ببینم این چیزی که در من هست باید باشه یا نباشه. مهم اینه که در من هست عزیز. به همجاست که ما آمدیم گفتیم آدم ها با هم متفاوتن و اون چیزی که برخی از اوقات آشغال زندگی شماست، یعنی ترش و اون چیزی که شما دور میریزید، تریژر یا گنج یکی چه دیگه است. اینی که برخی از آدم ها دارن تو ظرف های آشغال دنبال چیزایی که مردم دیگه دور ریختن میگردن، این یه واقعیتی است که همه جا هست. امیدوارم به کسی بر نخوره. برخی از اوقات زن و شوهر مایلن از هم جدا بشن و طلاق بگیرن، فکر میکنن طرف مقابل آشغاله ولی که دیگه منتظر ایستاده که آشغال اونها رو بگیره و ببره. اینکه ترش است یا تریژر اون خودش داستان دیگری است. ولی که مشکل از منه و این نه، تو حتما خود مشکل داری، بنابراین وقتی اینو میدونی ندی. بعد ببین عزیز، دو تا نکته است. یکی مشکل از توه، ولی آدم وقتی مشکل داره مشکل داره. اگه کسی معتقد من دارم میخواد زنم 2 متر قدش باشه، حتما اشکال از اونه. ولی این چیزیه که او میخواد، زن 1.99 متر نمیخواد. حالا هر کی میخواد هر کارش بکنه. همین که الان دارم میگم، ما جنبه شخصی مونم باید قبول بکنیم. بخاطر این من اینجوری میخوام. بی خود میخوای. تو این سنم آخه سنی نیست که من برم چونه با من نزن. ببین من که نمیتونم تو رو درستت کنم. تو درست شدنی نیستی. مواظب خودت باش، ببین چیکار باید بکنی عزیز. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. باید. تمنام میکنم.